بچه ها سلام، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه همراه با ما. شاید الان براتون عجیب باشه خودتن اینجا چیکار میکنه، کف خیابون داره ویدیو میگیره. بچه ها امروز یه ویدیو خیلی متفاوت داریم، البته آقای فیلم بردارم پشت هستن که صداشون در نمیان. میخوایم بریم به قدیمی ترین و جدید ترین رستوران شهرمون یعنی استانبول، ببینیم که کدومش داستانش چیه، کدوم بهتره و چه خبره توش. دیگه کلی تحقیق و تفحص کردم، تونستم قدیمی ترین رستوران رو پیدا کنم. احتمالاً هم اول بریم قدیمی ترین رستوران رو با هم دیگه ببینیم، بعد بریم رستوران جدیده. اگه از این سبک ویدیو دوست دارید لایک ها رو بترکونید که باز بیشتر براتون بسازیم. بریم بچه ها. ما رسیدیم به قدیمی ترین رستوران استانبول. اینجا خیلی شلوغه چون توی بازار توریه، بعد دور تا دورم پر ماهی فروشی و ادویه فروشی و این داستان هست. رستوران هم خودش توش خیلی شلوغه. این رستوران از سال 1919 اینجا بوده، یعنی بیشتر از 100 سال، میشه حدود 105 ساله که اینجاست. کسی که اینجا رو تأسیس کرده باباش از نظامیای کله گنده اون زمان بوده، 100 خورده سال پیش، ولی خب کلا بی خیال اون داستانا و کار باباش میشه چون عاشق غذای ترکی بوده. میاد این رستوران رو میزنه، الانم 5 دست تو خانواده‌شون گذشته، همینجوری نسل به نسل منتقل شده و سومین نسلیه که داره اینجا اداره میکنه. خیلی فکر کنم جای باحالی باشه، غذاهاش هم میشه غذای ترکی. اسمش هم زیر سخته، یان یالی اسم رستورانه. ببینیم تو ببینیم چه خبر. بچه ها ما اومدیم نشستیم، شانس آوردیم فقط همین یه میز خالی بود، خیلی باحال جاش. اومدم منوش رو نگاه کنم، الان دیدم که کلن طرفدار آتاتورک بوده، همون سالی هم که آتاتورک ترکیه رو تأسیس کرده، وارد ترکیه شده اینجا رو افتتاح کرده این آقای. خیلی شلوغ. اینا کسایی هم که نسل به نسل چرخیده. این اون اصلی هست، اینا هم که حالا کسایی که الان هستن بچه های نسل. آره تو تاریخش رو نوشتی که به توی توضیح ریزی دادم، در مورد غذاهاش توضیح دادم. میرسیم به منو. غذاهای ترکی میبینیم، پر سوپ، سوپ های خوشمزه. ببینیم به تو پیشنهاد میکنم ترکیه اومدین ازوگلین چوراسی و مرجانک چوراسی رو تست کنید. من خودم سوپ خور نیستم، این دوتا رو دوست دارم. غذاهای دیگه هم که غذاهای قشنگ سنتی ترکیه، من واقعا باورتون میشه تا حالا هیچ کدوم اینا رو تست نکردم. این لوگوشه فکر کنم. آره ولی خیلی باحال است، فضاش میای تو میگیره، تا اینا قدیمیه. حالا ما باید یه تحقیق و تفحص بزنیم ببینیم که چی باید سفارش بدیم اینجا، ببینیم غذاش چی بگیریم، چی خوبه چی بده. آقا اینجا اکثر خونانش از آشپز و وارسا اینا همه پیرن، بعد سفارش میخوایی بعد داد بزنی. همه مال همون موقع هان. من این خیلی ساده رو میگم، من نمیشنم این همی خواهم. بچه ها من میخواستم دلمه فتا قرمزش رو سفارش بدم چون تو ریویو همه تعریف کردن، متاسفانه گفت تموم شده نداریم. تشکر داریم. از این دوغای لیوانی هم داشت گفتیم از اینا برمون بیاره. خب گفتش که فقط دلمه یه بادام جون داریم و فلفل سبز. گفتم اوکی فلفل سبز رو بده، فلفل دلمه یه سبز. سینا هم که ریسک ناپذیره میخواست دونر بخوره، اینم باز گفت دونر نداریم، با اینکه تو منوش بود. اولش که کلا انکار کرد، گفت ما اصلا کلا دونر نداریم، بعد منو رو بهش نشون دادیم گفتش که نه الان نداریم. چرا آدانا کباب سینا سفارش داد. حالا غذا بیاد ببینیم چطوره دیگه. فکر کنم خیلی خوب باشه. ولی من اون دونی فلفل قرمز رو خواستم. الان دیدم اینجا عکس آتاتورک رو زدن. ساعتش هم رو ساعت 9:05 که آتاتورک فوت شده، همجوری مونده. دیگه ساعت خوابیده دیگه نرفته جلو. خیلی باحال اینجا. بچه ها یکم به دور بر من دقت کنید، همه اینجا سنشون بالاست، یعنی فکر کنم جوان ترین و کم سن ترینشون من سینایم اینجا. همه سن بالا، قشنگ اومدن به یاد خاطرات قدیمشون اینجا غذا بخورن. غذاهامون اومد. به وقت به نظر من ظاهرش خیلی خوبه این دلمه ها، بعد بوی خیلی خوشمزه تورم میده، ماست هم گذاشته بغلش، اونجا که میدونید من با ماست بزرگ شدم. یه خصلت خوبی که تور کنم میدونید چیه؟ ماست خورن. خیلی از این خصلت خوشمه. من فکر کنم آدانا کبابش هم خیلی خوشمزه باشه، قیافش همچین برانگیزه، واقعا راضیم. حالا یه تست کوچولو بزنم ببینم چطوره. ترام ریخت. ولی یه چیز جالبم بگم، اولین باریه که میایم رستوران ترکی و به همون میگه که غذاها رو با هم بیارم یا جدا جدا، چون معمولا هر کدوم که زودتر حاضر میشه اونو میارن و بعد اون یکی رو میارن. خیلی وقت به این بلا سرمون اومده، حواسشون به اینم بود.
یه تست بزنی؟ آها بذارید قبل تست یه چیز بگم یا نگم. خود صاحب اینجا هم داره همینجا کار میکنه، یعنی سفارش میگیره، سفارش ها رو میبره میاره، همین که یکی از کسایی که عکسشون پایین بود. حالا نوبت چیه تست؟ خوشمزه باشه، واقعا خوشم شد. ترام یه جورایی مزه دلمه ایرانی میده و برعکس همه جا که نمک نمیزنن به غذا، نمک اندازه ادویه اندازه خیلی خوشمزه است. بچه ها واقعا عالیه. سینای بعد غذا هم اومده تستو بزنه ببینیم که خوشش میاد یا نه. خوشمزه است نه؟ مزه خوبی ببینیم واقعا؟ ببین یه چیزی مزه ببینیم جوابای خودشون رو کوبیده، ولی کوبیده نیست، ولی میتونه باشه. خیلی باشه اون خانمه که پشت سیناس عاشقشم. خب ببین با عشق همش داره در دیوار نگاه میکنه، خیلی بامزده است، خوشم میاد ازش. پس غذا ها تایید شد، بریم بزنیم. دستشویی دستشویی گفتم ما هم ببینیم، ولی دستشویش رو جدید کردن، یه دستشویش قدیمی نیست ولی خیلی خوشگله. سلام، اینم خود دستشویی. ما اومدیم بیرون در کمال نوآوری که فکر میکردیم شاید غذاش خوب نباشه، نه تو این بخوریم. مثلا سینا خیلی غذاش خوب بود. من این جانب تایید میکنم که غذاش خوب بود. دستشویش هم خیلی واقعا تمیز و شیک بود. اینم بهتون میگم خیلی مهمه، واقعا از همه چیش راضی بودیم. اون نوآرا خلاصه میخوایم بریم رستوران جدیده، ولی باید یه تاکسی بگیریم فکر کنم یه 50 دقیقه یه ساعتی تو راهیم حداقل، اگه ترافیک نباشه دیگه. بله بریم برسیم به رستوران جدیده با هم دیگه. آقا دیروز فرصت نشد بریم جدیدترین رستوران استانبول، همین که خیلی سیر بودیم هم وقت نشد. الان فردای دیروزه که اومدیم با هم دیگه بریم جدیدترین رستوران دلافم. این رستوران تازگی‌ها باز شده، یه رستوران ایتالیاییه. بریم با هم دیگه ببینیم که رستوران چجوریه. خیلی ادعاشون میشه که یه کانسپت ایتالیایی، یک شف بسیار خفن داریم. بریم با هم دیگه تست کنیم ببینیم غذاشون آیا واقعا ایتالیایی هست یا نه. بچهای ایتالیا منتظر باشن نظر بدن ببینن غذاشون چطوره. بچه‌ها ما اومدیم نشستیم جا خوشگله. خب یه رستوران جدید، همه چی ترتمیز و نو مدرنه. رستوران قبلی خب همه چی قدیمی و تاریخی بود. منوش هم از این سوسول بازی هاست دیگه که کیو آر کد داره اسکن میکنه، اینجوری منو میاد بالا کاتگوری مختلف داره. من خودم کاتگوری ماکارنا یعنی همون پاستا، یه پاستایی چیزی سفارش بدم ببینم آیا واقعا خوشمزه درست کنن یا نه. متخصص پاستا هستم دیگه، میدونید که خوتی پاستا پیتزا خور معروف و مشهوره. ولی خب خوبه، باحال اینجا، خوش اومد. این غذاش چطور؟ همونجوری که گفتم اینجا چوسان فسانش خیلی بالاست. برامون پیش غذا آوردن. نمیدونم این چیه. میخوام تستش کنم. غذامون رو البته سفارش دادیم، منتظریم غذامون بیاد. ولی بذارید من اینو یه تست بزنم براتون بگم که چی میبینیم. ماست. نه پنیره. پنیر خامه‌ایه. بسیار عالی. چه غذای من آورد؟ سینای تغییر ناپذیر برگر سفارش تو رستوران ایتالیایی. چی برگر سفارش؟ یه ایرانی همیشه برگر سفارش میده. چطوره؟ من نگاه نکنیم، من نگاه نکنیم. Very good, very good. یارو اینجا وایستادم بقید جورت دارم بگه بگم که بده. الان میگم بده، میاد بالا سرام. Very good. اینو میفهمم. Very good. Very good. بچه‌ها سینا این چوسان فسانا رو رعایت نمی‌کنه. ببینم پاستا خوب باشه خیلی مسئله مهمه. کسی که ادعاش میشه رستوران ایتالیایی داره. خب این الان توش سه مدل قارچه با مرغ و پنیر پارمزان بسیار زیاد. بذارید یه تست بزنم. خوبه مزهش ولی نمک نداره. طبق معمول من این مشکل رو دارم دیگه، به هیچی نمک نمیدم منزکا، ولی واقعا مزهش خوبه. بذار قارچم بزنم. نه واقعا مزهش خوبه، ولی یه چیز بهتون میگم، این نوناش، این نونا رو میدم توی روغنهای مخصوص خوابوندن، یه کنم تفت ریزی دادن یا زدن بهش، خیلی خوشمزه بود، واقعا عالی بود. اینم بدی نیست ولی اونجوری نیست که بگم واو، ولی خوبه.
بچه ها ما غذامون خوردیم اومدیم. حقیقتش رو بخواید این رستوران جدیدی که رفتیم زیاد غذاش باب سلیقه و ذائقه من نبود، ادویه اینا اصلا نداشت و مرغاش هم مزه مرغ میداد. دیگه بهتر از من میدونی مزه مرغ یعنی چی؟ واسه این مزه رو دوست ندارم دیگه. حالا شاید بقیه دوست داشته باشن باب سلیقه‌شون باشه. مثلا یه غذای متوسط اوکی بود. اینجوری نبود که مثلا یه رستوران جدید خیلی خوب باز شده بگیم واه چه غذای خوبی داره. حالا نمیدونم اشتباه نمیزنن اینا، تازه باز بشه باید غذاشون بهتر باشه که نمیدونم حالا ببین یه سال دیگه چی میشه. در کل من امتیازمونم به رستوران قدیمیه. از نظر قیمتی رستوران قدیمی شد 520 لیر، اینجا شد 715 لیر، 200 لیر اختلاف داشت، یعنی اینجا خیلی گرون نبود، یه چیز نرمال عادی بود. ولی کلا رستوران قدیمی هم غذاهاش خونگی بود، هم مزهش خوب بود، هم نمک داشت، خیلی نکته مهمیه، هم ادویه داشت. من هم که کلا طرفدار جاهای قدیمی و فضاهای قدیمی و تاریخی و این چیزا، واسه همین از اون بیشتر خوشم اومد دیگه. به نظر شما کدوم یکی از این دو رستوران بهتر بود؟ برام بنویسید. تا یک ویدیو دیگر بدرود.